آقای گلپایگانی اولین میهمان امشب ما هستند و یا آهنگی دارند که به مناسبت زادروز فرخنده شاهنشاه آریامهر ساخته شده و خود ایشون خوندند. خواهش میکنم که خودشون توضیح بدن. من اجازه میدم اولا اجازه بفرمایید که بنده تبریک بگم. ضمناً از سرکار خانم ماما میرافشار خواهش کنم که تشریف بیارن روی سین. خواهش میکنم خانم میرافشار. خانم میرافشار شاعر این شعر این ترانه هستن. من میکروفون رو میدم به خودتون که بله خواهش میکنم خانم میرافشار توضیحی میفرمایید در مورد این ترانه. بله من چند سال پیشم یه ترانه ای ساختم به اسم تو باید بمانی که برخلاف تمام ترانه‌ای که تا بال ساخته شده برای میلاد اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر ترانه‌ای بود که حالت سرودی نداشت. تقریبا میشه گفتش که یه آهنگی بود که خانم مستی خوندن و آقای اسدالله ملک هم آهنگش رو ساخته بودن. به همین مناسبت امسال هم ما تصمیم گرفتیم که آهنگی بسازیم که چون تمام آهنگ‌های روز، تمام ترانه‌های روز سر زبان‌های مردم بیفته، حالت سرود نداشته باشه که فقط گاهگاهی در بعضی از مراسم اونو بخونه. من شنیده بودم که در قدیم جار می‌زدن. بله.
شبا برای اینکه مردم راحت بخوابن جارچی جار میزد و میگفت مردم آسوده بخوابید، شهر امن و امانه، سلطان سلامته. از این موضوع استفاده کردم و یه ترانه‌ای ساختم که تقریبا میشه گفت همون حالت جار زدن رو داره اولش، که البته آقای گلپایگانی میخونن و میشنوید. آقای حیدری یا آهنگ رو ساختن؟ آقای محمد حیدری. بله، به همین علت هم آقای گلپایگانی انتخاب شدن، چون معمولا جار زدن باید یه مرد جار بزنه و ایشون هم واقعا قشنگ جار زدن. ممکنه خواهش بکنم که شعر رو خود شما یک بار بخونید برامون پیش از اینکه با صدای آقای گلپایگانی بشه؟ البته. کی خوابیده؟ کی بیدار؟ کی خوابیده؟ کی بیدار تو قلب شهر تبدار؟ ملت به خواب ناز چشمای شاه بیدار. ترسی نداره ای دل این ظلمت شبونه، اینو همه میدونن شاه اگه مهربونه، خشمش برای دشمن یه خشم بی امونه. کی خوابیده کی بیدار تو قلب شهر تبدار؟ ملت به خواب ناز چشمای شاه بیدار. او مثل جون عزیزه، دوستش داریم خدایا، سلطان شهر عشق، سلطان شهر دلها. آه ای خدای عالم هرگز نگیرش از ما، آه ای خدای عالم هرگز نگیرش از ما. میلادت خجسته ای عزیزترین، ای جاودانه ترین شعر هستی، آرزو میکنیم هدیه ناقابل ما مورد پسند طبع نازنینت واقع شد. خیلی ممنون. تو ولاده شعر زیبایی بود، یک گونیه تشکر میکنم از تشریف فرماییتون به اینجا خانم میرفشا. و حالا اگر اجازه بدین گوش کنیم به آهنگ زیبایی شما. خواهش میکنم. شام های گمه را
خشمش برای دشمن یه خشم بیامونه. خیلی متشکرم آقای گلپایگانی، مهنگ فوق العاده زیبایی بود. خیلی ممنون، تشریف دارین، حتما در فرصت های دیگه ازتون دعوت میکنیم. خیلی متشکرم. ساعت 8 به وقت تهران، بیننده یک درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. منابع اطلاعاتی غربی فاش کردند که در توافق پنهانی عربستان و اسرائیل، کنترل و مدیریت غزه پس از سقوط به عربستان سعودی واگذار میشه و این پیش شرط عربستان برای رابطه با اسرائیل. این در حالیه که کاملا قابل مشاهده است که جمهوری اسلامی دچار کوتاه‌بینی مزمنی شده که باعث میشه پیروزی تاکتیکی رو به بهای شکست استراتژیک به دست بیاره. ما اینجا داشتم فکر می‌کنم آقای مجید انصاری بودن که مهمون ما شده بودند، به جمله راه قدس از کربلا می‌گذرد امام اشاره کردن و خاطره از اون زمان و حال سفری که فرماندهان نظامی دهه 60 داشتن. پس ماجرا اینو از زبان شما هم بشنویم. ببینید، اینطور ما وقت خرمشهر رو آزاد کردیم و رزمندگان ما در بعضی از نقاط به مرز رسیدن، اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد. من و جناب برادر عزیزمون شهید بزرگوار صیاد شیرازی و یکی دو نفر دیگه رفتیم سوریه با آقای حافظ اسد جلسه گذاشتیم و گفتیم ما آمادگی داریم بیایم اینجا در حقیقت به شما کمک بکنیم. و برادر عزیزمون آقای احمد شیز برگر فر بارا 15 کرونر بارا ای مکس اپن ویلکومن تی مکس. متوسلیان هم فرمانده تیپ هست رسول من با خودم برده بودم، چون در شورای عالی دفاع کشور به ریاست مقام معظم رهبری هم تصویب شده بود که سپاه و ارتش دو تیپ برای کمک ما بفرستیم. بعد که برگشتیم هست امام فرمودن که نه، ما اونجا الان نمیخوایم وارد جنگ بشیم، چون راه قدس از کربلا میگذره، ولی که شما آموزش بدید، کمک‌های مستشاری انجام بدید و بمونید. ولی خب الان ما از کربلا عبور کردیم، ما الان دیگه کربلا عبور کردیم. بله، این که گفته بشه که امروز هم باید صبر کنیم
تا راه قدس از کربلا بگذره ما از کربلا عبور کردیم. الان جبهه مقاومت و نیروهای مردمی سراسر کشورهای همسایه فلسطین اینا در آستانه در حقیقت یک آمادگی خوبی به سر میبرن. حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل مخاطب اصلی دیگه‌ای هم داشت و آن عربستان بود. شکست استراتژیک جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل در اینه که دوباره به عنوان تهدید مشترک اسرائیل و عربستان مطرح شده، یعنی همان عاملی که در مرحله اول مبنا و انگیزه عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان شده بود. و افسون بر این فشار جهانی و انزوای بین المللی هم در راه. رژیم از سر استیصال خودش رو از مخمصه به مخمصه دیگه میندازه تا عمر خودش رو طولانی کنه، اما این الگوی رفتاری خود ویرانگر و خود برانداز پایدار نیست و موجب سقوطش میشه. دیر یا زود داره ولی سوخت و سوز نداره. اون چه که دولت‌های اسلامی باید بر اون پافشاری کنن قطع فوری این جنایت‌هاییش که دارن در غزه انجام میدن. این بمباران‌ها باید فوراً قطع بشه. راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی رو ببندند، همکاری اقتصادی نکنند دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی. در همین رابطه ببینید که خامنه‌ای چه توییتی زده. او نوشته که دنیای اسلام این رو فراموش نکند که در قضیه مهم و تعیین کننده غزه، آن کسی که در مقابل اسلام و ملت مسلمان و فلسطین مظلوم ایستاد آمریکا بود و فرانسه و انگلیس. در معاملات و معادلات و تحلیل‌هاشون فراموش نکنن از اینکه چه کسی به این ملت مظلوم داره فشار میاره. ببینید دوستان، حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای رژیم جمهوری نکبت اسلامی انتخاب نیست، بلکه طرحی از پیش تعیین شده و اجتناب ناپذیره. پس باید براش آماده باشیم. و اگر ارزشی‌ها گمان کردن که منظور از نبرد همین بود که گذشت، سخت در اشتباهن. اینا فقط چند تپش برای آغاز راه جدیده. اینجور نباشه که توی اجتماع اسلامی یا اجتماع عربی همون چند نفری هم که حرف میزنن یا دو پهلو حرف بزنن یا با لکنت حرف بزنن، سریع حرفشون رو بزنن. این در حالیه که استراتژی ملاها اینه که از این ستون به اون ستون فرجه، ولی این بار درد هر دو ستون رو باید تحمل کنن. راه فراری هم ندارن، چرا که عربستان همچنان خواهان معامله بزرگ با اسرائیل و آمریکاست. معلوم شده داره اتفاقی میفته. بایستی رژیم صهیونیستی محکوم بشه، بایستی همه دنیای اسلام علیه رژیم صهیونیستی بسیج بشن. و این در حالیه که اگر حزب الله بخواد به جنگ بپیونده، بهترین زمان وقتیه که ارتش اسرائیل پس از تکمیل تصرف حومه‌های شهر غزه با تمام قوا وارد مناطق متراکم شهری شده باشه و دیگه نتونه به آسانی پای خودش رو از معرکه بیرون بکشه و تمرکز نیروها رو به سمت جبهه شمالی ببره، یعنی تا همین چند روز آینده. اما نکته قابل توجه اینه که آمریکا اگر اسرائیل دچار ضعف بشه مستقیما وارد جنگ میشه. قبل از اون پدافند آمریکا سعی میکنه از اسرائیل حفاظت کنه. این در حالیه که اگر حمله ای از طرف حوثی‌ها یا حزب الله قرار باشه اتفاق بیفته، باید توی همین چند روز باشه. اگر اسرائیل پاکسازی غزه رو به سرانجام برسونه، دیگه کاری از دست محور به اصطلاح مقاومت بر نخواهد اومد. اینو هم به یاد داشته باشید که منظور از حمله دو تا راکت و یک بالستیک نیست، حمله همه جانبه و موشک باران مورد نظره. شاید الان هنوز زود باشه، اما مثلا 10 روز دیگه خیلی دیره. خاورمیانه در 30 سال گذشته هرگز تا این حد به یک جنگ منطقه‌ای نزدیک نشده بود. اسرائیل، فلسطین، یمن، شاید لبنان و شاید سوریه و در نهایت تو یه لیتن ریالسکوله روتا و وی ای دام سم سته سترفه om man köftar eller slår tillbaka. Försök åtminstone att lära dig reglerna innan du bryter mot dem. Vad fan tror du att du är? Det vet jag inte. Jag vet bara vem jag inte vill bli.
ایران و آمریکا. ببینید اگر دقت کرده باشید اوایل خبری بود که آمریکا به اسرائیل اطمینان داده بود که اگر حزب الله بخواد جبهه جدیدی باز کنه خودش وارد عمل میشه به شرطی که اسرائیل پیش دستانه کاری نکنه. واقعا احتمال شخم زدن حزب الله توسط آمریکا خیلی بالاست و این اوضاع رو برای رژیم بسیار خطرناک میکنه. در حوزه پدافندی از یک قابلیت‌های بسیار بالایی برخوردار هستیم، طوری که خیلی از کشورها درخواست دارن بعضی از این سامان‌ها رو خریداری کنن و چون بحثش هم بحث پدافندیه ما لحاظ میکنیم تمام شرایط و مقررات بین‌المللی رو. تو این زمینه ما با خیلی از کشورها ارتباط داریم و تو داخل همین توانمندی رو داریم، یعنی الان ما میتونیم این رو به ضرس قاطع من عرض میکنم تو حوزه پدافندی ما جز محدود کشورهای دنیا هستیم که این توانمندی رو داریم که کاملا از فضای کشور ما. و در همین رابطه میخوام توجه شما رو به این توییت از معاون اول ناتو که داغ داغ از تنور در اومده جلب کنم. نوشته مهم، بعد از 4 روز نشست اعضای ناتو در آنکارا به پایان رسید و این دستورات در مورد ایران برای تمام اعضا صادر شد. اول اینکه صدای دموکراسی خواهی مردم ایران باید حمایت بشه. دوم، سپاه باید در تمامی کشورها به عنوان سازمان تروریستی ثبت بشه. سوم، دیپلماسی مذاکره برای آزادی گروگان‌ها ممنوعه. چهارم، تمام زندانیان در ایران باید آزاد بشن. پنجم، هیچ نوع کمکی از رژیم در مقابله با تروریسم یا حتی مقابله با روسیه قابل قبول نخواهد بود. ببینید دوستان، یعنی رسما رژیم دشمن ناتو شناخته شده. ششم، برنامه اتمی رژیم باید کلن تعطیل بشه. هفتم، سرکوب خونین سال گذشته مردم ایران باید به عنوان نقطه عطف در روابط ناتو با رژیم و مردم شناخته بشه. و طبق این دستورات جدید ناتوه که استراتژیست ها سوال پرسیدن که آیا رهبر ایران حاضر به کنارگیری خواهد بود یا نه. این در حالیه که سید مجتبی ابتهی احمق میگه رنجی که سکوت سید حسن نصرالله به اسرائیلیا داد از موشک های مقاومت بیشتر بود. خدا آمریکایی‌ها مشخصا دوست ندارن جنگ از غزه فراتر بره. اسرائیل غزه رو رنده کرده و تصاویر شاهد این مدعاست. بعد این گلابی اومده میخنده که الان حماس پیروزه و خرس بزرگ خیلی خفنه و همه ازش میترسن. واقعا اینا دیوونن. بیچاره ما ملت مظلوم ایران که 45 ساله اسیر این دیوانه ها شدیم. ببینید به این تصویر مثلا دقت کنید. نوشته قیامت نمیاد مگر اینکه مسلمانان با یهودیان بجنگن و اونها رو بکشن، تا جایی که یهودیان پشت درختان پنهان بشن و درختان به مسلمانان خواهند گفت ای عبد خدا، یک یهودی پشتم مخفی شده، بیا و بگیرش. همه درختان به مسلمانان چنین گویند به جز قرقد، که قرقد درخت محبوب یهودیانه. فقط دقت کنید که این جهل مقدس چیکار کرده که خیلی از عقلا چطور پاره سنگ برمی‌داره. فهمید قرآن که من کان الله کان الله الا، هر کی با خدا باشه خودم به سر چیزا برش درست می‌کنم. این در حالیه که پوتین به عملیات 7 اکتبر حماس گفته تروریستی. خب خیلی یواش این رو از پرونده سازی‌هاشون هم باید در بیارن که سوخت. پیشوای بزرگ جبهه مقاومت هم نظرش اینه. منبع رسانه رسمی راشاتوده روسیه. حالا این موضوع کاخ سفید جالب میشه. عربستان به رئیس جمهور بایدن اطمینان داده که بعد از جنگ غزه همچنان مذاکرات صلح با اسرائیل رو دنبال خواهد کرد. دقت کنید، بعد از جنگ غزه. حالا اگر جنگی بشه که ما دنبال جنگ نیستیم و البته ما از جنگ نمیترسیم، ولی دنبال جنگ نیستیم، این فرق داره. آقای نتانیاهو از جنگ میترسه ولی دنبال جنگ با مردمه. این لباس بیانگر اینه که نیروهای انقلاب باید همیشه آماده باشن. و اما
در همین رابطه چند نکته رو باید بهش توجه کنیم. اول، ویدیوهای بعضن مضحکی که این روزها از نصرالله پخش میشه عمدتاً ادیت تیم رسانه‌ای حزب الله از ویدیوهای قدیمی‌اند. دوم، طبق این سند اعزام بمب افکن‌های B1 به پایگاه ترکیه جزئی از یک مأموریت آموزشی از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده است. هر دو بی ربط به وضعیت فعلی نبرد محور اسرائیل. لباس نظامی تنتونه؟ بسیج دیگه. پیام خاصی داره پوشیدن این لباسی که شبیه لباس رزمه. شبیه نیست خانم، خود لباس رزمه. بله. بسیج مرامش آمادگیه. و اینجاست که ادعای جالب و جدید امیر عبداللهیان رو باید بشنوید. او میگه جمهوری اسلامی هیچ نیروی نیابتی در منطقه نداره. فقط باید ازش پرسید حماس و فلسطین و لبنان و حزب الله و این حسن نصرالله پس چیان؟ دیگه رژیم به چه زبونی باید بیاد برای ما اعتراف کنه که با اسرائیل داداشی شده؟ و جان کلام این که حاکم اصلی زمین که در رأس هرم جزوئیتی طی چند هزار سال اخیر همه سناریوها رو بر اساس طنز نوشته، از پروفسورهای دانشگاه تا جاروکش خیابان در یک طنز پنهانی به دنبال نخود سیا میدوئن و همگی سر کارن. تصور کنید که سناریو نویس خوش ذوق این طنز هر روز چقدر پلیدانه به ریش انسانها میخنده. سپاس که تا انتهای ویدیو همراه بودید. دوستان گرامی، این کانال برای بهتر دیده شدن به حمایت شما که همان لایک و کامنت نیاز داره. لطفاً محبتتون رو از ما دریغ نکنید. فروغ اهورایی همواره پاسدار و نگهبان ایران زمین و ایرانیان باد. روز و روزگارتون خوش. جاوید شاه تا ابد. درود بر شما همراهان گرامی و عزیز. به کانال خودتون خوش آمدید. یکی از کسانی که کمتر به اون پرداخته شده، سید مهدی هاشمی روحانی شیعه از اعضای اولیه و پایه‌گذار سپاه و برادر داماد آخوند منتظری قائم مقام وقت خمینی ملعون بود. فعالیت مهدی هاشمی به قبل از فتنه 57 و بعد از شورش 57 تقسیم میشه. او با نهضت‌های آزادی بخش ارتباط خوبی داشت از لبنان و لیبی تا آمریکای جنوبی. او پس از پیروزی فتنه 57 مسئول واحد روابط عمومی و عضو شورای عالی فرماندهی سپاه بود و مسئولیت نهضت‌های آزادی بخش سپاه را به عهده داشت و تا انحلال این واحد به خاطر درگیری با محسن رضایی به فعالیت در این سمت ادامه داد. او با محمد منتظری ارتباط نزدیکی داشت و در همین سفرها جذب سرویس‌های بیگانه شده بود. در جریان مکفارلین اگر یادتون باشه، اکبر او را قربانی کرد و بعد از اعدام او تمام تقصیرها رو به گردن او انداختن. هاشمی زمانی پیشرفت بسیار خوبی کرد و مدتی به عنوان نماینده دادستان کل منصوب شد. نکته مهمی که مهدی هاشمی را باید برای ما جالب کنه، باند و نزدیکان او هستند که یکی از اونا جناب نجفی شهردار قاتل و یا ربیعی و حتی عبدی. مهدی هاشمی به طور مستقیم Just nu har vi member weeks på Skistar för dig som är eller blir medlem. Skapa struktur i ditt hållbarhetsarbete med hjälp av Stratsys. رحیم در فرستادن مواد منفجره در ساک حاجیان اصفهانی در حج سال 65 نقش داشت که اکبر هاشمی و حتی نزدیکان اکبر این عمل رو ایده اون میدونستن، ولی خودش و آخوند منتظری اون رو پرونده سازی بر علیه او میدونستن. مهدی جلسات مرتب هفتگی در تهران، اصفهان و قم داشت و گروهکی برای خودش تشکیل داد که ادامه این گروه منجر به قتل‌های زنجیره‌ای شد. مهدی هاشمی با ری شهری وزیر وقت اطلاعات درگیر میشه و خب ری شهری در اون زمان به نوعی شخص چهارم مملکت بود که این درگیری باعث دستگیری هاشمی
و کشف خانه تیمی او و مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجره شد. منزلی در یوسف آباد که متعلق به نهضت‌های آزادی بخش بود. رفاقت هاشمی و کشمیری هم خودش جای بحث داره و نکته دیگه این که او با وجود سابقه دستگیری قبل از فتنه 57 تمام سوابقش مثل حجاریان و عبدی در ساواک پاک شده بود. این در حالیه که در کتاب خاطرات ری شهری از او به عنوان شرور بی ایمان یاد شده. یکی از خصوصیات مهدی هاشمی علاقه شدید او به رمالی و جنگیری بود. اما دلیل اعدام سید مهدی هیچ کدوم از اینا نبود. شبکه خرابکاری او زیرکتر از این حرفا بود و هست که دم به تله بده. صدور دستور قتل برخی از افراد از جمله ابوالحسن شمس‌آبادی، امیرعباس بحرینیان، قنبر علی سفرزاده و عباس قلی حشمت بود. نزدیکان سید مهدی هاشمی صدور دستور این قتل‌ها از سوی مهدی هاشمی رو تکذیب کردن و میگن این قتل‌ها توسط نیروهای مشهور به انقلابی و اعضای سپاه فلاورجان و لنجان انجام شده و سید مهدی هاشمی تنها از اونا مطلع بوده. این در حالیه که قاضی دادگاه سید مهدی هاشمی با استناد به این قتل‌ها نمیتونست حکم اعدام برای او صادر کنه، چرا که بر اساس کیفرخواست نیز او عامل قتل بود و نه عامل آن. در نهایت علی رازینی رئیس دادگاه حکم اعدام رو به اتهام محارب و مفسد صادر کرد. البته یک پاکسازی اساسی در بیت آخوند منتظری صورت گرفت و حدود 20 نفر دستگیر شدند. آخوند منتظری تا آخر عمر بر بیگناهی مهدی اصرار داشت که اسناد خیانت او هنوز از حالت طبقه بندی شده خارج نشده، چون خیلی اسامی ممنوعه میان اونجا وسط، از باقر نوبخت و نجفی تا چریک پیر و عبدی و حجاریان. بعدها باند او صورت دیگه‌ای به خودش گرفت و به نوعی در شبکه زیتون حل شد. خلاصه این که این اصلاح طلبان و اصولگرایان و در کل مهره های رژیم خیانتکارتر از این حرفا هستن که ما حتی بتونیم تصور کنیم. مهدی هاشمی پروژه فوق سری ساواک بوده. سلیمی نمین در همین رابطه اگر یادتون باشه گفت با اشاره به اعتصاب منتظری بعد دستگیری مهدی هاشمی و قطع ملاقات‌ها، خاطر نشان می‌کنم که برای شکستن این اعتصاب دیداری بین احمد آقا و خامنه‌ای و هاشمی و موسوی اردبیلی و منتظری برگزار شد. در این جلسه هاشمی و خامنه‌ای به گریه می‌افتند و هرچی خمینی ملعون میگه سرنوشت خودش رو به مهدی هاشمی پیوند نزنه، منتظری گوش نمیده. بعدها منتظری ادعا میکنه که من با امام ارتباطی نداشتم تا به وی توضیح بدم، اما خود شاگردان منتظری در کتاب واقعیت‌ها و قضاوت‌ها به این دیدار اشاره میکنن و هاشمی هم در خاطراتش این دیدار رو ذکر میکنه. سلیمی نمین در همین رابطه میگه بعد کشف جنازه افرادی که توسط مهدی هاشمی کشته شدن، منتظری طی اطلاعیه میگه که به جرمها و اتهامات وی رسیدگی کنید. منتظری میدونست که خمینی با کسی شوخی نداره و ممکنه کار مهدی هاشمی به اعدام کشیده بشه. بعد اعدام مهدی هاشمی باز هم تهدید میکنه و میگه اتهامات وی دروغ و ساخته و پرداخته وزارت اطلاعاته. خمینی مهر سال 65 مستقیما به منتظری نامه می نویسه و در مورد رسیدگی به پرونده جنایات منتسب به سید مهدی تذکر میده و این در حالیه که منتظری در صفحه 604 خاطراتش قتل توسط سید مهدی رو قبول داره و زیر بار محاکمه نمیره و او رو از همه مسئولان امنیتی و نظامی بالاتر میدونه و حتی خمینی رو تهدید به کنارگیری میکنه. این در حالیه که یک عمر تو مغز ما کردن که شاه زندانی سیاسی داشت. ساواک شکنجه و تیر بارون میکرد، ناخون میکشید، همیشه حکومت نظامی بود، هیچ کس جرأت نفس کشیدن نداشت. ساواک در هر خانواده و محله و مغازه و خانه‌ای جاسوس داشت و کافی بود از گل نازکتر به خانواده سلطنتی بگی، فرداش سربه نیست بودی. شاعران چپ از رفقای شکنجه شده یا اعدام شده شون شعرها می سرودن.
خواننده های مثلا پیشرو و مترقیمون به صلیب صدا مصلوبم ای دوست میخوندن، والا پیامبر محمد میخوندن، فیلمسازامون گاو میساختن، دانشجوهای بورسیمون در خارج کشور علیه شاه و زندانهای مخوفش تبلیغات میکردند و غیره. خیلی سال گذشت که من و تو و نسل ما فهمیدن اینا خزعبلات و دروغهای چرکی بیش نبود. شاه اگر میزد و میکشت و شکنجه میکرد، الان پسرش بر تخت سلطنت بود. الان هیچ کدوم ما آواره اینور و اونور دنیا نبودیم. شاه نخواست بر یک مشت ابله ناسپاس شاهنشاهی کنه، گذاشت و رفت. به همین سادگی نسل ما دوران شکوهمند و پرغرور ایران مترقی، پاسپورت معتبر، دلار 7 تومانی و فراوانی نعمت رو ندید. من در سال روز تولد شاهزاده عزیز و نور چشممون از صمیم قلب آرزو کردم اونقدر بتونیم عمر کنیم که نشستن او در جایگاه برحقش رو ببینیم و همگی پیروزی نور بر تاریکی رو در ایران جشن بگیریم. و جان کلام این که این خیلی بی‌معرفتی و ناراحت کننده است که یک عده وقتی داخل ایران هستن و به قول خودشون توسط جمهوری اسلامی شکنجه و زندان و سرکوب میشن، اما به محض اینکه از ایران خارج میشن تمام توان و اعتبارشون رو خرج مبارزه با پهلوی میکنن. اینا نمیدونم چرا نمیخوام باور کنن که 44 سال پهلوی ها هیچ نقشی در اداره ایران و ظلم به اونها ندارن. دوستان گول این نازیله ها رو نخورید و آنفولوشون کنید تا پروندهشون بسوزه و رژیم بازنده باشه. ما نباید مهره های صادراتی رژیم رو حمایت کنیم. جالب اینجاست که شاهنشاه رضا پهلوی شعار زن زندگی آزادی رو از کلیه پلتفرم های رسمیش حذف کرده. اینم کادوی تولد شاه رضا پهلوی به چپولا و فاندیباندیا و عرازلی که شعار زن زندگی آزادی رو واسه خودشون مصادره کرده بودن و باش منبع درآمد داشتن و هر جفنگی دلشون میخواست زیر چتر این شعار میگفتن. انقلاب ملی ایران ادامه داره. سپاس که تا انتهای ویدیو همراه بودید. دوستان گرامی، این کانال برای بهتر دیده شدن به حمایت شما که همان لایک و کامنت نیاز داره. لطفاً محبتتون رو از ما دریغ نکنید. فروغ اهورایی همواره پاسدار و نگهبان ایران زمین و ایرانیان باد. روز و روزگارتون خوش. جاوید شاه تا ابد. درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. رژیم جمهوری اسلامی در شکننده ترین حالت و نزدیکترین نقطه به سقوط در طی دوران عمرش قرار داره. این موضوع رو به راحتی میشه از موضعش در نبرد حماس و اسرائیل به وضوح مشاهده کرد و بر همین اساس در حال فراهم کردن زمینه برای تغییراتی ظاهراً اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی خودشه. این در حالیه که یمن به اسرائیل اعلان جنگ کرده و حزب الله هم در آخرین ویدئوی منتشر شده به گفته منابع روسی به اسرائیل اولتیماتوم داده که اگر تا جمعه 3 نوامبر حملات به نوار غزه رو متوقف نکنه اقدام میکنه. با این اوصاف به نظر میرسه که رژیم برای بقا بار دیگه دست به دامن دوی خردادی‌ها بشه و اونا نیز برای حفظ قدرت حاضرن که آزادی اجتماعی بدن و با غرب تعامل کنن، آخوندها رو هم به پستو ببرن. اما شواهد نشان میده که جنگ ناگزیره، چون برنامه نجات کشور نیست، نجات ایدئولوژیه. بنابراین فقط باید امیدوار بود که زودتر اون نبردی که برای ایدئولوژی لوجیشون میخوان رو انجام بدن تا حداقل در زمان صرفه‌جویی بشه. اینو باید دقت کنیم دوستان که ایران سالهاست از بسیاری جهات خصوصا اقتصادی مختصات یک کشور جنگ زده رو داره. اقتصادی میلیتاریزه و حجم تحریم‌هایی که یک کشور درگیر شده، حذف از سیستم بانکی جهان و FATF و غیره، حاصلش بی‌ارزش‌ترین واحد پولی جهان و تورمی سنگین
بیش از اوکراین و سوریه به نظرم برنامه‌شون واسه جمهوری اسلامی مثل برنامه صدام و قذافیه. اول تحریم اقتصادی، بعد حمله نظامی. چیزی که مسلمه اینی که جمهوری اسلامی داره نفسهای آخرشو میکشه، چون عملا جنگ شروع شده. این که یک سری افراد فکر کردن که رژیم ایران وارد نمیشه سخت در اشتباهن. ایران به طور حتم وارد کارزار شده. اینو عملا بیبی فهمیده و الا آتش بس رو قبول کرده بود. و این رو بدونید که بیبی خیلی وقت دنبال یه همچین گافی از سمت جمهوری اسلامی بوده. حالا بازی تغییر کرده، اما بیبی از فرصت به خوبی استفاده خواهد کرد. اینم اضافه کنم که همه چی از قبل چیده شده است، ولی عملا طبق برنامه داره پیش میره. جمعه باید منتظر نطق حسن خرس‌الله باشیم که بالاخره قراره از لونش بیرون بیاد. برای خاطر اینکه یه پدیده‌ای بود که نظیر او در پیش از این در انقلابای بزرگ اتفاق نیفتاده بود. مردمی بود، دینی بود، اصیل و غیر وابسته بود، مربوط به یک ملت بود، عمومی بود، مثل کودتاها و مثل انقلابای احزاب و اینا نبود. این انقلاب توانسته بود نظام وابسته و فاسد حاکم بر کشور را برطرف کنه، برکنار کنه و یک نظام جدید، یک سخن نو رو در این کشور حاکم کنه. جمهوری اسلامی، جمهوری یعنی مردم سالاری، اسلامی یعنی دین، مردم سالاری دینی. قهر کردن پدر روح الله عجمیان و ترک برنامه زنده تلویزیونی، اون هم در این شرایط حساس رژیم، جالبه. او میگه ولایتی شریک دزد و رفیق قافله است. حالا نقطه مشترک بین خانواده شهدا همون از دست دادن بچه هاشونه. یکی هم ناراحتیش رو این مسئولین قوه قضاییه و بعد مسئولینی که دخالت بیجا میکنن تو پرونده ها. مشکلشون الان شهید آرمان علیوردی سال پسرش شهید شد، هنوز مشخص نیست اصلا کی قاتل پسرش. 80 نفر گرفتن، 80 نفر شده 8 نفر. 8 نفر هم اگر یه دفعه ولایتی سرش بکشه با اونجا دیگه 8 نفر هم آزاد میشه. همچنین که قاتلای پسر منو آزاد کرد، میترسیم بره اونو هم آزاد کنه. ببینید دوستان، این ریزش ها اتفاقی نیست. پسرش برای سرکوب مردم و آدمکشی به خیابان رفته بوده و دو تا جوان بیگناه رو به خاطر پسرش بالای دار فرستادن. حالا میگه 8 نفر دیگه باید اعدام بشن. از بودجه مملکت اینطور تریبون میدن دستش و باز هم طلبکاره. وسط برنامه قهر میکنه و میره، چون به اندازه کافی دلش از اعدامها خنک نشده. نه حاج آقا، حتما سیستم قضایی رسیدگی صحیح و عادلانه خواهد کرد و نگران نباشید. بله، سیستم قضایی خیلی عادلانه رفتار میکنه، ولایتی از اون ور خراب میکنه. نه مطمئن باشید، مشاور رهبر تو این کارهایی که انجام داده واقعیت خیلی بد میدونم، چون شما به عنوان یک پدر شهید و رفیق قافله است. حالا نکته قابل توجه اینه که باید ازش پرسید چه کسی به او گفته ولایتی قاتله. متهمین پروندهش که اعدام شدن چرا باید به تیوی دعوت بشه؟ آیا غیر از اینه که اومده بود نام ولایتی رو با زبان و لحن ساده و باورپذیر به زبون بیاره؟ ببینید این دیگه ریزش نیست، این گرداب خبریه. نه میدونی، شما به عنوان یک پدر شهید نگاه میکنید، داغ دارید، کاملا حق دارید، کاملا در این مورد حق با شماست، اما اعتماد کنید به سیستم قضایی. مطمئن باشید که تمام تلاش در این یک سال و بعد از این و قبل از اون همیشه بوده برای اینکه عدالت برگزار بشه. تلاش خودش هم کرد برای بچه من، ولی سیستم ولایتی به هم زد. نه درست میشه حاج آقا، مطمئن باشید قطعا به نتیجه میرسه. من یه سوال از شما دارم. تو زندان اونم مشخص نیست زندان. امروز شما برنامه دارید برای برگزاری مراسم شهید روح الله عجمیان؟ مردم میتونن شرکت بکنن؟ از این جهت میپرسم. برنامه دارم، تو داری حرف ما رو میپیچونی. ما راجبه صحبت کردیم، اینجا صحبت میکنی یا نباید بیارید یا حرف رو نباید بپیچونید. نه توی حرف رو نبیشیم، من به شما عرض کردم، گفتم توی خود اسرائیل هم باید بدونیم که دو تا جنا، یکی طرفدار جمهوری اسلامیه که به اروپا نزدیکن، مثل احمدی، ولایتی، مکارم شیرازی، عسکرالادی و غیره، و یک حزب کاملا مخالف که بنیامین نتانیاهو و خیلی از سرمایه‌داران ایرانی و حتی استراتژیست‌ها مخالفن.
این در حالیه که درست قبل از قیام 96 اولیا دست بالا رو داشتن، اما بعد از تظاهرات مردم دومیا. و در همین رابطه یک پیشبینی و تحلیل عجیب از استراتژیست های اروپایی رو بشنوید که گفتن به زودی در اروپا یک جنگ داخلی اتفاق میفته. چرا؟ به دلیل مهاجرانی که خود اروپا اونا رو پذیرش کرده و عربده های فمینیست ها و دگر باشان که نقاب ضد جنگ میزنن، و از طرفی شاهد تغییر بزرگ در روسیه خواهیم بود و از طرفی عدم حمایت کشورهای عرب از فلسطین و حمله چین به تایوان. جنگ جهانی سوم با استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی آغاز میشه. روسیه سرانجام هولبارهت som håller länge från Bosch. چون تصمیم خودش رو میگیره و در کنار مسلمانان قرار میگیره. مخالفان آمریکایی متوجه شدن که ساعت نهایی فرا رسیده و روسیه هر چند غیر مستقیم به اسرائیل حمله میکنه. در بینش روسی غرب تحت حاکمیت مستقیم دجاله. بسیاری از رهبران جهان میمیرن، رهبر جدیدی با اعتقادات رادیکالتر ظاهر میشه و اسرائیل تحت ضرباتی از هر طرف شروع به ساختن معبد سوم میکنه. خامنه ای هم در مشهد توسط شورشیان کشته خواهد شد. سالی مورگان، پیشگوی معروف انگلیسی که به دربار بریتانیا مشاوره میده، پیشگویی کرده که خامنه‌ای در جریان یک قیام بزرگ مردمی توسط شورشیان در شمال شرق ایران یعنی مشهد ردیابی و کشته خواهد شد. او همچنین پیش بینی کرده که برخلاف حدسیات معمول، ایران در نتیجه این قیام تجزیه نخواهد شد و حتی بزرگتر میشه. وی گفته که در جریان این قیام و اتحاد مشترک بین مردم ایران و افغانستان که بر علیه استبداد دینی در دو کشور صورت میگیره، بخشی از خاک افغانستان به خواست مردم آنجا به ایران برخواهد گشت. جریان این شورش بزرگ مردم حدود یک سال به طول می انجامد و این مقطعی تعیین کننده در تاریخ ایران خواهد بود. او پیش بینی کرده که در ماهای آخر حکومت ایران با رهبران خلافت افغانستان یعنی طالبان برای مبارزه با قیام مردمی متحد و همپیمان خواهد شد، ولی باز هم نمیتونه کاری از پیش ببره و برخی از رهبران حکومت مستبد افغانستان در مشهد به همراه رهبر ایران به دست شورشیان کشته میشن. نهایتاً پس از پیروزی این شورش و قیام بزرگ مردمی، صلح و امنیت پایدار در منطقه خاورمیانه برقرار خواهد شد. و جان کلام این که من تصور میکنم بلوک غرب و شرق سر ایران و اوکراین معامله کردن. درگیری در سه جبهه نیروهای جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل و متحدانش در میگیره که منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه. روسیه و چین هم به اهدافشون تو اوکراین و تایوان میرسن، بعد هم با خیر و خوشی تمومش میکنن، میره رد کارش. انگار نه انگار. فقط یک نفر، یک آدم، خانواده شهدا همیشه در رسانه، در تلویزیون، برای همه کسایی که اینجا کار میکنن، جایی میگن آقا درباره ولایتی چیزی نگو. حاج سر ما هستن. شما ترس دارید، واهمه دارید، من ترس ندارم. نه حاج آقا، اصلا این چه حرفیه؟ چون برو ببین، برو قدر قضاییه، برو در دیوان، همه میگن آقا ولایتی این کار کرده، ولی شما صدا و سیما میترسید، ترس دارید ازش. من کروک و پوسکن نمیگم. اون دفعه من اومدم گفتم آقا من صحبت نمی کنم، گفتن نه آقا تا اینجا اومدی صحبت کن، دفعه دیگه منو دعوت نکنید. ازت خواهش میکنم. بله من سکوت کردم، شما صحبت کن دیگه. نه دیگه، دفعه دیگه منو دعوت نکنید، چون شما طرفدار ولایتی، ولایتی قاتل پسر منه. سلامت باشید، متشکرم. از اختصاص دارم، من درخواست های شما رو مطالبه میکنیم، همینطور که در رسانه مطالبه شد، الان ادامه هم مطالبه میکنیم. متشکرم از همه شما بینندگان. یک بخشی رو ببینیم، برمیگردیم. آقای مقدس عصبانی شد. سپاس که تا انتهای ویدیو همراه بودید. در این چند روز بعد از اعلام قتل آرمیتا گراون توسط حکومت، بیش از پیش به پست‌ها و فعالیت‌های اصلاح طلبان توجه شده. از انقلاب کردی، تجزیه تا نسل زد و انقلاب زنانه و سردر آوردن 57 و تبدیل کردن انقلاب ملی به جنبش فمینیستی و مبارزه با پهلوی، همه این افراد ناخور اصلاحات هستند. خصوصا نرگس محمدی
یعنی کسی که برنده جایزه نوبل بود و بیانیه هاش در خارج ایران خریدار داره، چون پول پاشی و تبلیغ زیادی براش شده و خورد و خوراک برای رسانه های چپ. اولین پست نرگس محمدی بعد از اعلام خبر فوت آرمیتا گراوان این بود که دارین در تصویر میبینید. باید پرسید آرمیتا چه ربطی به شعار زن زندگی آزادی داشت؟ چرا چنین عکسی ادیت شده با شعار پکک و چرا اولویت قومگراییه؟ در کپشن هم نوشته به خاطر موهاش، که بگه به خاطر حجاب توسط عوامل حکومت به قد رسید. اما نکته ها اینجا بیشتر از همه خودشون نشون میده. دقیقاً در همین حین سلبریتی های اصلاحات هم اخبارشون پروموت میشه. ترانه علی دوستی که خودش مهره اصلاحاتچی هاست زنگ اول رو میزنه، میگه پارچه‌ای که خواهرانم رو کش سر نمی کنم. کاش در مورد تنابهای دار جمهوری اسلامی برگردن جوانان بیگناهمون هم میگفت. و فقط ببینید که حرفا همه دور حجاب میچرخه. نرگس محمدی و نسرین ستوده هر دو دوباره به خاطر حجاب مورد شماتت حکومت قرار میگیرن. یکی قلبش دچار مشکل شده و درمان نمیشه، دیگری به اتهام کشف حجاب دوباره دستگیر میشه. فقط حجاب و فقط جنبش و فقط زن زندگی آزادی و دیگر هیچ. در کنار اینا توییت های علی نژاد و اسماعیلیون به انگلیسی و فارسی یک چیز رو القا میکنه، چه به مردم داخل ایران چه خارج. علی نژاد دم به دم از آپارتاد جنسیتی، حجاب و دخترکشی میگه. همون حرفا رو اسماعیلیون هم تکرار میکنه. تبعیض، خشونت سازمانی یافته فقط علیه دختران. موضوع حجاب است و لا غیر. تقی رحمانی هم سخنان مشابه زهرا رهنورد، تئوریسین حجاب اجباری رو تکرار میکنه. میگه دخترکشی رو متوقف کنید. چرا یکی نیست بهش بگه پسرانی که در صف اعدام بودن چی پس؟ اونا که در خیابان به قدر رسیدن توسط جمهوری اسلامی چی؟ باز هم تقلیل دادن انقلاب به جنبش تفکیک جنسیتی در انقلاب توسط جبهه اصلاحات، یعنی همان جمهوری ایران. در این روزها تنها کسی که به شدت فعالیت کرده در جبهه اصلاحات پیج نرگس محمدی بوده، چون برنده نوبل و بیشتر به چشم میاد. او صدیقه رو هم استوری کرده، نواندیش دینی و یک اسلام پژوه، دکترای فقه اسلامی داره و فقط به آزادی پوشش اهمیت میده و به دنبال تثبیت اونه، یعنی حجاب. آثارش رو دارید در تصویر میبینید. وقتی شاه این شعار رو حذف کرد خیلی خوشحال شدیم، چون اگر واقعی هم میبود، البته که معتقدم واقعی نبود، ساخته شد برای اینکه پروژه اصلاحات رو پیش ببره. نرگس میگه زن زندگی آزادی باید در مدارس تدریس بشه. تارا آقاداشلو که عاشق آرمان فلسطین هم هست همین رو تکرار میکنه. خاتمی که کارکشته اصلاحاته این رو تایید میکنه. مهدی یراهی از اول شروع انقلاب 3 آهنگ خوند، 2 اولی خیلی کوبنده تر بود، اما چه اتفاقی افتاد تا خوند رو سری تو در بیار دستگیر شد. نرگس محمدی نوشت که مهدی یراهی با خوندن این آهنگ دسیسه وحشت حکومت دینی استبدادی رو بر سر حکومت آوار کرد. منظورش اینه حجاب، فقط حجاب. خلاصه اینکه شاید این نظریه نامحبوب باشه، اما پروژه اصلاحات جمهوری این چنین عمل میکنه، نه اینکه مهسا یا آرمیتا یا غیره باشن و خانواده های اونا از موضوع با خبر باشن، نه، اما دنبال روهای اصلاحات جمهوری ایرانی با قساوت قلب دخترای جوونمون رو به قتل میرسونن تا به من و تو و همه القا کنن که درد مملکت حجابه و این جنبش زنانه است و با اصلاح این مورد در حکومت، یعنی ساخت جمهوری ایران بدون خامنه‌ای کار به پایان میرسه. همه این تفکرات رو به خارج ایران انتقال میدن. حجاب. شاید باور نکنید این فشار رو روی مردم گذاشتن تا مردم تن به جمهوری بدن. اگر همین فردا احساس کنن که مردم میل به جمهوری دارن و پادشاهی مد نظرشون نیست و از پهلوی عبور میکنن، یا نهایتاً به رئیس جمهوری او تن میدن، با پول پاشی یا قتل یک دختر جوان دیگه دوباره از اول
پروژه رو استارت خواهند زد. فکر نکنید اینا توهم و فرضی است. اینا دقیقا همینقدر کثیف و نانجیبن. بار اول دیدن مردم دارن به سمت ملیگرایی و پادشاهی میرن و شاه مرکز توجه، شعله انقلاب رو خاموش کردن. برای بار دوم با آرمیتا گراوند این کارو کردن و متوجه شدن که مردم از موضع خودشون پایین نمیان. یک ماه دختر جوان رو روی تخت بیمارستان گذاشتن و هی افکار عمومی رو سنجش کردن و دیدن نظر مردم تغییری نکرده. عکس اتاق آرمیتا هم تو دهنی بود برای جمهوری خواهان 57. پس دوباره هیجان و شور انقلاب رو با گرفتن زهر خبر و فرسایشی کردن خاموش کردن. شاید باور مردم بر این باشه که اصلاحات پروژه‌ای که دیگه نسخش پیچیده شده و تمام شده. اما اینو باید بدونیم که این روزها چپ‌ها یا جمهوری خواهان هم All of your games in one place on the go. ROG Ally. Easier to play. هم ورد زبونشونه که اصلاحات تموم شده، اما دروغ میگن. اینا همون پروژه رو دارن دنبال میکنن. به زبان ساده اصلاحات همون جمهوری خواهی آرمانی 57ه، یعنی جمهوری ایرانی. و در همین رابطه به این تصویر لطفاً دقت کنید که این نسل گندیده 57ی که تمام قد دشمن ایران هستن، به زور میخوان جمهوری اکبری رو تحمیل کنن. نسرین ستوده که ادعای حقوق بشر او گوش فلک رو کر کرده، از قبل نتیجه رفراندوم رو اعلام کرده و حالا در جنگ بین باند هاشمی رفسنجانی و بیت رهبری سرانجام قاتل آرمیتا گراوند رو رو می کنند. همانطور که می دونید روز یک شنبه 9 مهر سه زن چادری در سکوی متروی میدان شهدا بر سر حجاب اجباری با آرمیتا و دو دوست او درگیر شدن و پس از آمدن قطار اونها زودتر وارد واگن شدن و به محض ورود آرمیتا یکی از اونها به اون میگه برو بیرون و او رو به شدت به عقب هل میده که سر آرمیتا به لبه درب قطار برخورد کرد و ضربه مغزی میشه. طبق بررسی های دقیق قاتل شناسایی میشه با زنی 37 ساله به نام بهاره جنگرویه. وی غالبا به صورت تیم سه نفره و یا تک نفره و عمدتاً در مناطق مرکزی تهران سابقه 10 مورد درگیری با دختران رو به بهانه امر به معروف داشته که موجب بازداشت تعدادی از زنان و دختران و پلمپ برخی از مغازه‌های اون منطقه به بهانه واهی و احمقانه سرویس دهی به مشتریان بدحجاب شده. وی از نیروهای شاخص و شناخته شده ستاد مرکزی امر به معروف و عضو رسمی سپاه محمد رسول الله تهرانه. بهار جنگروی روابط و همکاری با ارگانهای حکومتی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری تهران داره و جالبه بدونید که آخرین بار او در مراسم خاکسپاری مهرجویی در بهشت زهرا دیده شده. و در همین رابطه به این تصویر دقت کنید که شناسایی 3 تن از مزدوران خامنه ای در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراونده. این در حالیه که در قسمت مردانه مسجد جابری بخش عمده حاضران حتی با لباس فرم یگان ویژه حضور داشتن و بهانه‌شون این بود که این افراد از همکاران سعید گراوند سرهنگ نیروی انتظامی در تهران هستند که شوهرخاله آرمیتا بود. در مراسم خاکسپاری آرمیتا 3 تن از پاسداران بدنام نیز حضور داشتند که مشخص نیست از بستگان آرمیتا گراوند هستند یا حضورشون دلایل دیگری داشته. این 3 پاسدار در اداره عملیات و حفاظت اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران و ستاد کل سپاه فعالیت دارند. حسین ایزدی یکی از فرماندهان میانی مرکز مشمولین ستاد مشترک سپاهه و حسین خوشنظر نیز رئیس مرکز نیروی انسانی معاونت هماهنگ کننده سپاه بود که سال گذشته به شهرداری تهران منتقل شد و در حال حاضر رئیس بخش استخدام شرکت مترو تهرانه. نفر بعدی مصطفی نوروزی رئیس گردان خدمات ستاد مشترک سپاه بود که وی نیز به شهرداری تهران منتقل شد و در حال حاضر رئیس حفاظت متروی تهرانه. حالا برگردیم به موضوع اصلی ویدیو که این قاتل جنگرویه. فقط دقت کنید که چه فامیل کثیفی هم داره.
آیا آزاده هنوز در ایران هست که مزه جنگ رو به او و خانواده منحوسش بچشونه تا بدونه که جهنم دختر از دست دادن یعنی چی؟ این فرد رو درسته که میگن شناسایی شده، اما به نظرم چون مهره سوخته شده حکومت لوش داده. در فیلمی که منتشر کردن این زن از ورودی مترو داره آرمیتا رو دنبال میکنه و با روسری رنگی کاملا مشخصه. حتی وقتی آرمیتا و دوستانش سوار قطار اولی نمیشن، او هم نمیشه و روی همان ردیف صندلی منتظر میمونه تا قطار بعدی برسه. همان شب کاملا مشخص بود و لازم به ذکره که پاتوقش میدان بهارستان مؤسسه فرهنگی سرچشمه، همان ساختمان سابق حزب جمهوری که 7 تیر منفجر شده. مؤسسه سرچشمه یک نهاد فرهنگی زیر نظر وزارت اطلاعات و محمد علی زائری مدیر اونه. جان کلام این که گاهی برای نابودی یک کشور نیازی به جنگ نیست، تنها کافی جای افراد آگاه و برجسته اون کشور رو با تعدادی سیاستمدار نادان عوض کنیم. سپاس که تا انتهای ویدیو همراه بودید. دوستان درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. از جبهه مقاومت رجز و بلوف رو که بگیری، تنها چند تکه آهن به نام موشک و پهباد میمونه و بخشی از همون هم در زمین خودی فرود میاد و نهایتاً به درد زدن منازل مسکونی در اوکراین میخوره. این همه از نابودی اسرائیل و زدن تل‌آویو گفتن و زمان عمل که رسید یکی یکی در رفتن و صبر انقلابی پیشه کردن. مشتی بزدل که به نام رهبران مقاومت در لوکس‌ترین منازل در تهران و قطر نشستن و این همه جوان رو به کام مرگ فرستادن. یک هفته فیلم درست کرده بودن از حسن نصرالله که به سمت چپ با اشوه نگاه می کرد، بعد برای سمت راست چشماش رو خمار می کرد، آخر هم انگشت چرب و چاق آخوندیش رو روی یک نقطه می زاشت که تا جمعه صبر کنید جبهه دوم جنگ باز خواهد شد. وقتش که شد حسن När Flora smakar så gott och har lägre klimatpåverkan. Skippa kossan, inte smaken. من آمد و گفت از دولت‌های عربی و اسلامی می‌خوایم که تمام تلاششون رو برای جلوگیری از جنگ انجام بدن. یعنی تور قدس این برادر هم نیامده، کنسل شد. این در حالیه که ما منتظر بودیم اسرائیل مراکز سپاه رو بمباران کنه. نصرالله در عرض نیم ساعت جمهوری اسلامی رو در جهان عرب با خاک یکسان کرد. طوفان الاقصا دیگه واضح تر رو ما اصلا حتی اینم نمیدونستیم، حتی خبرم نداشتیم که مثل همه دنیا ما شنبه فهمیدیم. این سخنرانی نصرالله بیشتر از یک رهبر نظامی شبیه آخوندی بود که رو منبر رفته، اما سه نکته داشت: انکار اطلاع حزب الله از حمله 7 اکتبر و اینکه احتمال تشدید حملات گروه‌های مقاومت، و آخرین مورد هم اینکه حزب الله در شرایط فعلی شروع کننده جنگ تمام عیار نخواهد بود. حسن نصرالله ثابت کرد که در نرمش قهرمانانه شاگرد ممتاز خامنه‌ای مفعوله. ترسو، مالکش و پرسر و صدا مثل تبل تو خالی، حماس رو گردن نگرفت. میگه پیروزی حماس پیروزی ایران و حزب الله و غیره نیست، پیروزی فلسطینه. او یک ساعت به اسرائیل فوش داد و آخرش جیغ زد و گفت به لطف یزدان و بچه‌ها حماس برنده میشه. نصرالله گفت بعضیا میخوان ما وارد جنگ تمام عیار بشیم، اما تمام عیار ما همینیه که میبینید. ما این بالا سرشونو گرم میکنیم، شما در غزه خوب بجنگید. ببینید دوستان، آخوندی که جرأت جنگیدن نداره، سربازی برای دفاع نداره، پول نداره، سلاح پیشرفته نداره، دوست در منطقه نداره، جز عرعر کردن هیچی نداره، در واکنش به حمله هم خواهد گفت که خدعه کردم. مستقیما مسئولیت دارد در این جنگ غزه و ویرانی ها علیه ملت غزه و اسرائیل فقط بازوی آمریکایی است. این در حالیه در بدنه رژیم
منتظر و آماده مدیریت یک حمله هستند. هسته سخت این نظام هم به نظر من آخرین تلاشش رو کرد تا اسرائیل رو در همین حد یا حتی مقدار بیشتر متوقف کنه و به هر طریقی مانع رسیدن آتش به مرزهاش بشه، اما موفق نمیشه و احتمالاً پلن بی رو اجرا خواهد کرد، یعنی به بهانه حمله آمریکا نه اسرائیل تأسیسات اتمی رو که تبدیل به اره نیمه رفته شده رو تعطیل میکنه و چندین نقطه و افراد درد سرساز رو با شبیه سازی حمله آمریکا خودشون خواهند زد و سراغ جمهوری دوم میرن. برای همین بود که خامنه ای ناگهان از سوراخش خارج شد و واق واق کرد، اونم به سمت آمریکا نه اسرائیل. یا اینکه یک عملیات پیش دستانه انجام بدهد، حتما یک حماقت بزرگی مرتکب خواهی شد در کل این تاریخ وجودت. و در همین رابطه باید بدونیم که لبنان طلایی ترین و گران قیمت ترین برگ رژیمه و جز در لحظه مرگ جمهوری اسلامی از اون استفاده نمی کنند. یعنی زمانی که حیات خودش رو در این درگیری ها پایان پذیر ببینه، اون وقته که حسن فعال میشه. الان وضعیت لبنان و جمهوری اسلامی برابره. این در حالیه که جمهوری اسلامی تا به سلاح اتمی نرسه قصد جنگ نداره. از این لحظه به بعد اما وارد فاز اصلی میشیم و حسن نصرالله و منطقه وارد درگیری ها برای یک هدف، یعنی پایان جمهوری اسلامی در ایران و گسترده شدن قلمرو اسرائیل و امنیت ثبات سیاسی منطقه برای 5 دهه. نتانیاهو در همین رابطه در پیامی خطاب به نصرالله گفت که یک اشتباه به قیمتی تمام میشه که حتی تصورش رو هم نمی کنی. وی همچنین تصریح کرد که بدون روبوده شدگان آتش بس وجود نداره و اینجاست که باید اون جمله آخر مایک پومپئو زمانی که از CIA به وزارت خارجه آمد و در جمع ایرانی آمریکایی کالیفرنیا گفت و به خاطر بیارید. من فکر میکنم که این پروژه از اون زمان کلید خورد، اما هنوز نمیدونم که چرا ترامپ پروژه رو تمام نکرد. آیا زمان بندی این بود و یا مشکلاتی پیش اومد؟ او گفت 5 دهه ایران شاهنشاهی در امنیت و ثبات کامل به دور از هر نوع تنشی بدون تحریم با آزاد شدن تمام پتانسیل، یعنی پرتاب به 150 سال بعد. این در حالیه که در سیستم های ایدئولوژیک همیشه اسامی، طرح‌ها و سیاست‌ها روکشی برای لایه‌های دیگه، مثل طرح سیانت از فضای مجازی که در واقع سیانت از ارزش‌های رژیم بود. و این عملیات خشن هم یک برد تاکتیکی بود در ظاهر و در باطن، به هم زدن عادی سازی با عربستان و البته پاس گل استراتژیک برای اسرائیل بود. این برد از تاکتیکی راهبردی‌تر و ماندگارتره، اما چون نمیتونن مقامات رسمی بگن که میخواستیم عادی سازی روابط رو برهم بزنیم، میگن در هم شکستن هیمنه و هیبت و پرستیج. و گفتن همین یعنی اعتراف تلویحی به هیمنه اسرائیل، چون اگر نبود شکستی هم نبود. و به شهادت رئیس FBI در کنگره درباره تلاش رژیم ایران برای کشتن مقام‌های آمریکایی. Kära besserwissrar och trendexperter, vi vet att kök inte får se röriga ut. Att det kan bli för mycket av det goda och att man inte ska blanda stilar. Just därför är vi glada att ingen frågade er. Epok, ditt kök, dina regler. در خاک آمریکا و ارسال پیشرفته ترین سامانه های دفاع موشکی به خلیج فارس و تخصیص میلیاردها دلار بودجه برای کمک به اسرائیل و غیره، این موارد نشانه اینه که آمریکا برای جنگ قریب الوقوع علیه جمهوری اسلامی بسترسازی میکنه. شاید الان عجیب به نظرتون بیاد و با خودتون بگید چرا وقتی که مقامهای جمهوری اسلامی نشانه برای ورود به جنگ نشان نمیدن، آمریکا باید برای چنین نبردی مهیا بشه.
این درسته که جمهوری اسلامی هیچ تمایلی برای ورود به این نبرد نشان نمیده، اما دلایلی موجوده که نشان میده جمهوری اسلامی احتمالاً در نهایت در سطحی نچندان اندک به این نبرد ورود میکنه، چون خامنه ای میدونه که اسرائیل پس از حذف حماس از لای دیگه این جنایت رو رها نمیکنه و در فرصتی مناسب سراغ حوثی ها و حزب الله لبنان هم خواهد رفت. رفع دائمی خطر وقوع نبرد از غزه قدرتی به اسرائیل میده که دیگه ورود به هیچ نبردی براش دلهره آور نیست و جبهه موسوم به مقاومت هم میدونه که از دست رفتن غزه به نابودی دیگر اضلاع جبهه ترور در خاورمیانه منجر میشه. از این رو اگر اسرائیل نشون بده که اراده و توان از بین بردن حماس رو داره، اضلاع دیگه نیز به این نبرد ورود خواهند کرد. اگر امروز از مشاوران خامنه‌ای در سپاه بپرسید که نظرشون درباره نبرد مستقیم با اسرائیل چیه، احتمالاً پاسخ همشون اینه یا حالا یا هیچ وقت، چون هر روز که میگذره این نبرد خانمانسوز اجتناب ناپذیرتر میشه، مگر آنکه دشمنان اسرائیل بپذیرن مرگ حماس رو و اضمحلال جبهه مقاومت رو و رویای نابودی اسرائیل رو برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بریزن، که خب با شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم این غیر ممکنه. واسه همین بود که جمهوری اسلامی حسن نصرالله رو شیر کرد که جبهه مقاومت عراق و حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان رو بفرسته غزه برای جلوگیری از حماس، ولی به حضور آمریکا در منطقه فکر نکرده بود. حمله احتمالی آمریکا همزمان میتونه هر معادله‌ای رو خراب کنه و کار حماس دیگه تمومه و در واقع حزب الله آخرین تیر ترکش جمهوری اسلامیه. اگر حزب الله رو وارد نبرد کنه، یعنی باور کرده که به آخر کارش رسیده و آماده خوندن غزل خداحافظیشه. ببینید دوستان، طی دو روز گذشته پشت درهای بسته کلی ترافیک بوده، بن سلمان پنتاگون بوده، امیر عبداللهیان در قطر و مصر و امارات و اردن با بایدن صحبت کرده و کلی مسائل دیگه. حالا به این تصویر دقت کنید. تو تاریخ شاید بنویسن که جنگ جهانی سوم رو نه آمریکا، نه روسیه، نه اسرائیل و نه ایران هیچ کدوم شروع نکردن، بلکه یمن شروع کرد، بس که تمام موشکاشون رو زدن تو در و دیوار کشورهای بی ربط. حالا اگر میپرسید که چرا در این تصویر اینا لپاشون رو اینجوری کردن، باید بدونین که یه مخدری دارن به اسم قات و میذارن گوشه لپشون و دهنشون رو پر ناس میکنن و نعشه میشن و موشک ول میکنن حالا به هر جا خورد. قات از سال 1973 توسط سازمان جهانی بهداشت نوعی ماده مخدر محسوب شده و در بیشتر مناطق کشور اتیوپی به طور وسیع کشت میشه. برگ گیاه قات تا یک هفته در یخچال قابل نگهداریه و معمولاً به صورت تازه مصرف میشه. معتادان به قات برگهای این گیاه رو درون دهان میذارن و عصاره اون رو به طور تدریجی میمکن، یعنی همان کوکائین مناطق محروم. حالا برگردیم به موضوع اصلی ویدیو. عربستان و اردن به اسرائیل اجازه دادن که در صورت لزوم از حریم هوایی این دو کشور جهت حمله به حوثی‌های یمن استفاده کنه. این در حالیه که والستریت جورنال تایید کرده بود که واگنرهای روس و رژیم اسد توافق کردند که سامانه دفاع ضد هوایی S1 ساخت روسیه رو در اختیار حزب الله لبنان قرار بدن. پوتین وارد بازی خطرناکی شده. نوچه هاش یعنی جمهوری اسلامی سوریه و حزب الله رو هم با خودش وارد کرده. روزهای حساسی پیش روی خاورمیانه است. و از اون طرف نشریه پالیتیکو به نقل از دو مقام ارشد آمریکا نوشته که دولت بایدن بر این باوره که نتانیاهو دیگه فرصت زیادی برای حضور در قدرت نداره و انتظار کاخ سفید اینه که او احتمالاً چند ماه یا حداقل تا پایان مرحله اول جنگ غزه دووم بیاره. دستیاران جو بایدن هم اکنون با نخست وزیران سابق گفتگو میکنن.
پالیتیکو به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی نوشته که بایدن تا اونجا پیش رفته که به نتانیاهو پیشنهاد داده که در مورد درس‌هایی که باید با جانشین غیرقابل اجتناب خودش در میان بذاره فکر کنه. و جالبه بدونید که نتانیاهو در پاسخ میگه اساس موجودیت ملت هزار ساله اسرائیل مبارزه دائمی برای زندگی و آزادی ماست. این جنگ بین فرزندان نور و فرزندان تاریکیه. ما تا زمانی که نور بر تاریکی غلبه نکنه از ماموریت خودمون دست نمی کشیم. خیر شر شدیدی رو که ما و کل جهان رو تهدید می کنه شکست خواهد داد. و اینکه منابع آگاه اطلاع دادن که اسماعیل هنیه با هواپیمای شخصیش به تهران سفر کرده. تروریست مقر خودش رو می شناسه. این منابع آگاه در ادامه افشاگریشون میگن که سخنرانی حسن نصرالله از لبنان نبود. باور نکنید. حسن نصرالله بیش از یک ساله که در شمال تهران و در مناطقی حد فاصل پارک جمشیدیه و پارک جنگلی سهانک زندگی میکنه. سخنرانی های حسن نصرالله نیز از زیرزمینی در محل اسکان وی در شمال تهران تهیه و پخش میشه. و جان کلام این که حسن نصرالله و جمهوری اسلامی فعلا این موش و گربه رو ادامه میدن و منتظرن که فرجی حاصل بشه، اما احتمال زیاد و ناچارن همان گونه که پیش بینی ها شده سرانجام جنگ اسرائیل با حزب الله و جمهوری اسلامی تقریبا همزمان اتفاق خواهد افتاد. و آیا میدونید که بزرگترین وحشت جهان از ارتش اسرائیل بابت F-35ایه که در نیروی هوایی داره که رادار گریزن و چنان سرعت بالا و قدرت انهدامی دارن که پدافندای دشمنانشون نخواهند تونست به موقع پاسخگوشون باشن؟ و آیا میدونید بزرگترین درد چیه؟ اینکه آریامر پیش از تمام کشورها، حتی پیش از اسرائیل، ایران رو به F-14 تجهیز کرده بود و از آن به بعد هم هر نسل جدید این جنگنده پیش از هر کشوری در جهان قرار بود به ایران تحویل بشه. آن هم به چه کسانی داده میشد؟ به افرادی مثل ژنرال جهانبانی ها، یعنی توف بر شورش 57 که ایرانی که میتونست ارباب بزرگ منطقه باشه رو به زانو در آورد. حالا آیا به یاد دارید که ابراهیم یزدی و آن بازرگان چطور شاه رو بابت این تجهیزات تمسخر میکردن؟ سپاس که تا انتهای ویدیو. درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. دوستان لطفاً توجه کنید که شاید واجد شرایط دریافت 10 میلیون دلار پاداش باشید. اگر اطلاعاتی در مورد مهدی هاشمی، علی مهدویان، فاطمه صادقی و الهه یزدی، اتباع ایران و کارگزاران شرکت سایبری ایمننت پاسارگاد در ایران دارید که برای مداخله در انتخابات آمریکا تلاش کردند، حتما به این آدرس در توییتر پیغام بدید. شاید واجد شرایط دریافت پاداش باشید. سید مهدی هاشمی، علی مهدویان، فاطمه صادقی و الهه یزدی از کارکنان شرکت ایرانی ایمننت پاسارگادند. این افراد به عنوان کارگزاران این شرکت در یک کمپین سازمانیافته با هدف تلاش برای مداخله در انتخابات ایالات متحده مشارکت داشتند. اگر اطلاعاتی درباره این افراد یا دیگر افراد و نهادهای مرتبط با دخالت خارجی در انتخابات ایالات متحده در اختیار دارید، اون رو از طریق خط ارتباطی مبتنی بر مرورگر تور که در این آدرس توییتر هست ارسال کنید. ممکنه واجد شرایط دریافت 10 میلیون دلار پاداش باشید. سپاس که تا انتهای ویدیو. درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین.
از دیروز بعد از سخنرانی حسن نصرالله بیش از 100 توییت توسط اکانت‌های مختلف خامنه ای منتشر شده، از فارسی و انگلیسی و عربی گرفته تا حتی عبری. انگار خامنه ای خودش هم یکی از سایبری ها شده و بهش گفتن توییتی 40 تومن بهت میدیم. به این تصاویر دقت کنید و ببینید که اگر از سر استیصال و ترس نیست پس چیه؟ و جالبتر هشدار فرمانده کل سپاه به اسرائیل بود که گفت وارد جنگ زمینی نشید که بلعیده خواهید شد و سریعاً آتش این جنگ رو خاموش کنید. این در حالیه که نیروی زمینی اسرائیل وارد غزه شد و خروجی تونل‌های حماس رو یک به یک شناسایی کرد. پس از آن پهپادها رو بالای سر تونل‌ها مستقر کرد و در صورت خروج نیروهای حماس نابودشون می‌کنه. ظرف چند روز تمام کارایی این تونل‌ها از بین میره. حالا یک سری تونل میمونه که نیروهای حماس دیگه شهامت خروج از اونها رو ندارن. ارتش مجهز اسرائیل برای تمام روش‌های جنگیدن حماس راهکاری در اختیار داره و با تنگ شدن حلقه محاصره غزه حالا ارتش اسرائیل با اصلی‌ترین چالش سال‌های اخیر خودش و البته مزیت تاکتیکی حماس روبرو شده، تونل‌های زیرزمینی یا همان متروی غزه. در ادامه می‌خوایم ببینیم که ارتش اسرائیل تونل‌های حماس رو چگونه شناسایی و نابود می‌کنه. داستان از 2004 شروع شد و اسرائیلی‌ها با هزینه 240 میلیون دلاری در صدد توسعه نسخه زیرزمینی گنبد آهنین برای کشف تونل‌های حماس بر اومدن. در 2006 و عملیات ربایش سرجوخ گیلعاد توسط حماس با کمک تونل‌های غزه، آمریکایی‌ها نیز وارد میدان شدن و پروژه با البیت سیستمز و رافائل سرعت گرفت. این در حالی بود که در کنار گنبد آهنین زیرزمینی توسعه روش‌های جالب‌تری نیز همزمان دنبال می‌شد، یعنی بمب‌های اسفنجی که یک کیسه بزرگ پلاستیکی شامل دو نوع مایع شیمیایی و یک میله حائل فلزی بود که با خارج کردن میله فلزی و ترکیب دو مایع یک فوم بسیار بزرگ نسبتاً سخت تشکیل می‌شد و مسیر اکسیژن تونل مسدود می‌شد. و البته این بمب اسفنجی ایراداتی هم داشت و در مراحل تست در سال 2021 منجر به کور شدن چند سرباز اسرائیلی شد. در نهایت تصمیم به کار گذاشتن بمب با ربات رسید و اینجا جایی بود که بخش عمده اطلاعات از وضعیت ساخت و سازها و نقشه تونل‌های جدید توسط شبکه جاسوسی و عوامل و منابع محلی در اختیار ارتش اسرائیل قرار گرفته بود. و مورد بعدی هم سنسورهای الکترونیکی هستند که در سراسر امتداد مرزی نوار غزه این سنسورها و تجهیزات شنود زیرزمینی پیشرفته کار گذاشته شده که نسبت به لرزش و تغییرات لایه‌های زیرزمینی حساسند. اسرائیل از پهپادها جهت شناسایی لایه‌های زیرین خاک و تحرکات خصوصاً در مبادی ورودی و خروجی تونل‌ها و در نهایت هدف قرار دادن اونا استفاده می‌کنه و از رادارهای با قابلیت نفوذ امواج در زمین یا همان GPR در موارد مختلفی، از اکتشاف انرژی تا کشف شهرهای زیرزمینی و گورهای دست جمعی استفاده می‌کنه. به جرأت یکی از ابزارهای کاربردی اسرائیل در سال‌های اخیر همین رادارها بودند. و اما جدیدترین تلاش اسرائیلی ها برای شناسایی تونل های حماس استفاده از سنسورهای تصویربردار ابرطیفی هستند که قابلیت نصب رو پهپاد و ریز پرنده ها رو دارن. حالا اگر براتون سوال ایجاد میشه که با این امکانات و روش ها چرا هنوز تونل ها فعال هستن، باید بدونیم که بخش های همجوار با اسرائیل در عملیات آدجه عمدتاً شناسایی و نابود شدن. تونل های در عمق بعد از تصرف زمینی شناسایی و نابود میشن. و در مورد گنبد آهنی زیرزمینی هم جالبه بدونیم که از قدیمی ترین پروژه های اسرائیل در کشف تونل های که نام استالدومر رو روی اون گذاشتن.
اطلاعات این پروژه کاملا محرمانه است، ولی مبنای کار همان رادارهای جی پی آر و سنسورهای لرزنگار و شنود اصوات. آمریکا هم در این پروژه البیت سهیمه و این در حالیه که گشودن جبهه جدید در خلیج فارس به سادگی آنچه که انتظار میره نیست. انهدام سکوهای گازی اسرائیل اگر منجر به عملیات جبرانی در تأسیسات نفتی ایران بشه، پای بازیگران زیادی رو می‌سوزونه. در همین رابطه سخنرانی حسن نصرالله نکات قابل توجهی هم داشت. او علناً گفت که جمهوری اسلامی و حزب الله خودشون رو برای پذیرش نابودی حماس آماده کردن. سلب مسئولیت از جمهوری نکبت و حزب الله در هدایت و رهبری حمله تروریستی 7 اکتبر حماس به اسرائیل و اینکه جمهوری اسلامی و حزب الله سعی دارن تا آماج حمله مستقیم اسرائیل نشن و انداختن مسئولیت نبرد با اسرائیل بر دوش دیگر کشورهای عربی اسلامی و اینکه اگر قرار به جنگ باشه جمهوری اسلامی و حزب الله به تنهایی هزینه نخواهند داد و دیگر کشورهای مسلمان هم باید مشارکت کنند. فقط از این به بعد دوستان اگر کسی از آرمان فلسطین و محور مقاومت حرف زد میتونید جفپا برید تو صورتش، چون محور مقاومت موضع خودش رو مشخص کرد، میخواد از راه دور برای غزه دعا و همدردی کنه، اما ته دلش از درگیر شدن اسرائیل در یک نبرد شهری تمام عیار خوشحاله. مثل هفته های اول آمریکا در کوچه پس کوچه های سوریه محور مقاومت دل به تونل های غزه بسته بود و به شبیخون زدن و بالا رفتن هزینه برای اسرائیل دلخوش بود. تصور محور مقاومت این بود که اسرائیل برای گرفتن غزه باید یک قتل عام تمام عیار به راه بندازه و این کار این بار متفاوته. تصور میکرد که این کار اسرائیل رو چنان در جامعه جهانی از حیث حقوقی و اخلاقی گوشه رینگ خواهد انداخت که تا دهه ها نمیتونه به ایران یا کشور دیگه نگاه تهدیدآمیز کنه. هم در سخنرانی خامنه ای و هم نصرالله این نکته برجسته بود که تمایلی برای باز کردن جبهه جدید و بهانه به اسرائیل وجود نداره. اونا نمیخوان اسرائیل رو از گوشه رینگ نجات بدن. هر گونه حمله به اسرائیل و منطقه‌ای شدن جنگ به منزله ورود آمریکا و متحدانش به صحنه و استقرار تداوم پیشروی در غزه و در رسانه‌های بین‌المللی و تبرئه اسرائیل خواهد بود. برای همین کیهان میگه که ایران برای هیچ ملت دیگه وارد نبرد با یک کشور دیگه نخواهد شد و نصرالله هم مسئولیت حزب الله رو دفاع از لبنان و مردم لبنان میدونه و هر دو هم عملیات 7 اکتبر رو مسئولیتش رو متوجه خود حماس میکنن که با تصمیم و طرح خودش وارد نبرد شده. گویا محور مقاومت تصمیم گرفته برای چسباندن یک داغ ننگ یک قتل عام تاریخی بر پیشانی اسرائیل غزه رو هم جلوی پاش قربانی کنه. و اگر دقت کرده باشید حسن نصرالله بعد از اینکه 10 بار تکرار کرد واقعه 7 اکتبر یک عملیات 100% فلسطینیه، گفت که ما روحمون از اون حمله خبر نداشت، دیگه هیچ کس حماس رو گردن نمیگیره. و در همین رابطه هم باقری رئیس ستاد کل خامنه ای و هم سجاد غریبی جبهه مقاومت کلن گفتن که اگر همه حماس هم تموم بشن و کل غزه کشته بشن بازم اسرائیل بازنده است و حماس پیروزه. نتیجتاً ذهنها رو دارن آماده میکنن برای پایان حماس. این در حالیه که حسن نصرالله نمیخواد این نبرد به یک نبرد منطقه‌ای گسترش پیدا کنه دوستان، زیرا همانطور که دیروز گفت آمریکا و کشورهای دیگه منتظر شرکت اونا در جنگن تا به جمهوری اسلامی ضربه بزنن. یعنی هیچ ابتکاری از طرف حزب الله برای شرکت مستقیم در نبرد به علت ترس از سرنگونی جمهوری اسلامی وجود نداره و موضوع به ابتکار اسرائیل برای نبرد با لبنان بستگی داره که هدف اسرائیل هم مشخص و اعلام شده است و آن حذف حماس برای اجرای طرح خاورمیانه جدیده. اما دومین هدفی که بعد از حذف حماس اسرائیل اعلام کرده حذف حزب الله که نتانیاهو و وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی اسرائیل در چند روز گذشته اعلام کردند که تمرکز اسرائیل بعد از حماس بر روی حزب الله خواهد بود و درس‌های آموخته شده از نبرد با حماس علیه حزب الله لبنان به کار گرفته خواهد شد.
تا اینکه 7 اکتبر دیگه ای رخ نده. پس اگر جمهوری اسلامی و حزب الله با همین سیاست عدم گسترش درگیری پیش برن، در نهایت باز هم بازی رو باختن، چون که اسرائیل اونها رو مجبور به دخالت خواهد کرد، فقط با این تفاوت که یک وقفه چند ماهه در درگیری اجتناب ناپذیر بین جمهوری اسلامی، حزب الله و اسرائیل که همان آمریکا ایجاد خواهد شد. و در همین رابطه به این نکته دقت کنید که بشار اسد به طرز عجیبی در حال دور کردن سوریه از نبرد اسرائیل و حماسه. محافظه‌کاری اسد به حدیه که اجازه برگزاری هیچ تجمعی رو به فلسطینیای ساکن این کشور نمیده. اسد پیام اسرائیل رو به روشنی دریافت کرده و ظاهراً دیگه حاضر نیست کشورش هزینه یک نبرد دیگر رو بده و مقتدی صدر هم به طرفدارانش گفته تا من نگفتم علیه اسرائیل کاری نکنید. این در حالیه که یک تریلی هم نمیتونست اسامی گروه های این جبهه مقاومت رو حمل کنه. دوتا ناو آمریکا آوردن تو منطقه، همه رفتن زیر پتو. خلاصه این که مولوی عبدالحمید هم در نماز جمعه با زدن حرفایی که اگر صرفاً متن حرفای اون منتشر بشه احتمالاً خواهید گفت که جنتی زده، تلاش کرد که اسرائیل رو عامل قتل عام زنان و کودکان فلسطین معرفی کنه. این تصویر هم در سایت عبدالحمید مربوط به ملاقات او با خالد مشعل رئیس حماسه. حالا قضاوت با شماست. من تعجبم که چگونه این دولت‌های دنیا نتوانستند تا حالا جلوی اسرائیل بگیر از این کار. حکومت اسرائیل، مسئولان، ارتش اسرائیل که به این اندازه ظلم بکنه این جمعیت انسان از بین ببره. بایدن در جدیدترین مصاحبهش گفت که هر 6 یا 8 نسل یک بار زمانی فرا میرسه که جهان در مدت زمان بسیار کوتاهی تغییر کنه. او گفت ما اکنون در آن زمان هستیم و فکر میکنم که آنچه در 2 الی 3 سال آینده اتفاق میفته تعیین خواهد کرد که جهان برای 5 الی 6 دهه آینده به چه شکلی خواهد بود. همانگونه که نتانیاهو گفت این داستان زمان بره تا به اهداف پایانی خودش برسه، تا صحنه پشتوانه آمادگی نظامی آمریکا از اسرائیل و تشکیل دولت وحدت ملی هماهنگ بشه. این در حالیه که سیستم سیاست اسرائیل از پایه روی زهر و پادزهر تنظیم شده تا با انجام هدف اصلی، یعنی نابود کردن جمهوری اسلامی در ایران، اسرائیل اوج بگیره. اما نکته مهم اینه که رژیم و خامنه‌ای میدونن باید به پایان سلام کنن. نتانیاهو به بایدن گفت که اسرائیل در ممانعت از دستیابی رژیم جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای از طریق تحریم و تهدید معتبر نظامی و در این حال با حمایت از مردم ایران که به دنبال آینده روشن‌تر هستند متحد هستند. نتانیاهو کل پلن چگونگی سقوط رژیم جمهوری اسلامی و آرم ننگین خمینی گوجستگ روی پرچم رو رونمایی کرد. فقط هنوز یک سری از مهره‌های رژیم نمیخوام باور کنن. و یک نکته رو هم دقت کنید دوستان، که دو دست اسرائیلی داریم. تندروها که قویاً خواهان باقی ماندن اوباش جمهوری اسلامی هستن، چرا که برای اهدافشون در اسرائیل نیاز به یک دشمن دارن، قطعاً با عناصری از جمهوری اسلامی مرتبطن. دسته دیگه به دنبال کمک به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خاطر دوستی دیرینه مردم یهود با ایرانی ها هستند. و نکته قابل توجه اینی که رویارویی همه جانبه نظامی داستان دیگه ای داره. تاریخ نوشته شده و اجرا میشه و این مسئله مربوط به اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامیه. ارتش اسرائیل برای این مأموریت آماده است. آخر این قصه زیباست و جان کلام این که اونایی که فروپاشی شوروی رو دیدن میدونن که به قوی ترین سازمان اطلاعاتی دنیا، کاگبه و نیروی نظامی قوی مانند ارتش سرخ نباید دل بست. جمهوری اسلامی در یک چشم برهم زدن سقوط خواهد کرد، چرا که راه اتحاد جماهیر شوروی رو در پیش گرفته و سخنان حسن نصرالله حکایت ترس بود و بس.
سپاس که تا انتهای ویدیو همراه بودید. دوستان درود بر شما همراهان گرامی و عزیز. به کانال خودتون خوش آمدید. حسن نصرالله یک آخوند شیعه است که از بهمن سال 1370 رهبری گروه حزب الله در لبنان رو به عهده داره. این گروه در حال حاضر یکی از مهمترین احزاب سیاسی لبنان محسوب میشه که در کنار ارتش ملی لبنان نیروی مسلح خودش رو داره. نصرالله چهره اصلی حزب الله محسوب میشه و در چرخش تاریخی این گروه برای ورود به عرصه سیاست و دستیابی به قدرت در ساختار حکومتی لبنان نقشی کلیدی بازی کرده. او رابطه بسیار نزدیک و ویژه‌ای با جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای داره و با اینکه این گروه در سال 1376 از سوی ایالات متحده در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفت، اما نه سران رژیم و نه نصرالله هرگز رابطه نزدیکشون رو پنهان نکردن. Tex-Mex is for sharing. Tex-Mex is for sharing. Santa Maria. Var med och tävla. Köp fyra produkter från Santa Maria. نصرالله در سن 15 سالگی به عضویت مهمترین گروه سیاسی نظامی شیعه لبنان در آن دوران در اومد. جنبش عمل یک گروه پرنفوذ و فعال که توسط یک آخوند به نام موسی صدر تأسیس شده بود. حسن نصرالله در دوران حضورش در نجف با عباس موسوی آشنا شد. موسوی که خودش زمانی از شاگردان موسی صدر در لبنان محسوب می شد و در دوران حضورش در نجف شدیداً تحت تأثیر ایده های سیاسی روح الله خمینی گوجستگ قرار گرفته بود. 8 سالی هم از نصرالله بزرگتر بود و خیلی سریع نقش معلمی سختگیر و مرشدی با نفوذ رو در زندگی حسن به عهده گرفت. این دو بعد از بازگشت به لبنان به مبارزه در جنگ داخلی پیوستند و نصرالله در این دوران به عنوان یکی از اعضای جنبش عمل و در حوزه علمیه‌ای که عباس موسوی تأسیس کرده بود تحصیل می‌کرد. او در سال 1360 در تهران با رهبر وقت جمهوری نکبت اسلامی ملاقات کرد و خمینی او را به عنوان نماینده خودش در لبنان برای تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعی منصوب کرد و سفرهای گاه بیگاه نصرالله به ایران هم به همین دلایل بود و روابط او با عالی ترین سطوح تصمیم گیری و قدرت در ساختار حکومت شکل گرفت. این در حالی بود که فرماندهان نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که حالا 2 سالی بود به دلیل حمله عراق به ایران از تجربه جنگ کلاسیک هم برخوردار شده بودند، تصمیم گرفته بودند که در لبنان یک گروه شبه نظامی کاملا وابسته به رژیم تأسیس کنند. اونا لقبی رو که در ایران به آن معروف شده بودن به عنوان نام این گروه انتخاب کردن، یعنی حزب الله. و حسن نصرالله و عباس موسوی هم از جمله کسانی بودن که به همراه برخی دیگر اعضای جنبش عمل به این گروه تازه تأسیس پیوستن که آخوندی دیگه به نام صبحی تفیلی رهبری اون رو به دست داشت. این گروه به سرعت با دست زدن به اقدامات مسلحانه علیه نیروهای آمریکایی در لبنان نام خودش رو در سیاست منطقه جا انداخت. نصرالله همواره در تلاش بود تا وفاداریش رو به رژیم به نمایش بذاره. وقتی نصرالله به گروه حزب الله پیوست، تنها 22 سال سن داشت و حتی از نظر سلسله مراتب آخوندای شیعه نیز یک طلبه تازه کار محسوب میشد. ضمن اینکه در این دوران در سطح شورای رهبری حزب الله هنوز چشمانداز روشنی از چگونگی رابطه این گروه و رژیم ایران وجود نداشت. این در حالی بود که در سال 1366 و در حالی که ارتباط نصرالله و رژیم روز به روز عمیق‌تر می‌شد، او تصمیم گرفت که برای ادامه دادن تحصیلات دینی به شهر قم مهاجرت کند.
نصرالله به مدت 2 سال در حوزه علمیه قم درس خوند. او در این دوران فارسی رو به خوبی یاد گرفت و دوستان نزدیک بسیاری در میان نخبگان سیاسی نظامی رژیم پیدا کرد. در سال 68 او به لبنان بازگشت، اما به سرعت اختلاف نظری مهم بین او و عباس موسوی شکل گرفت. موسوی در این زمان هوادار افزایش فعالیت و نفوذ سوریه به رهبری حافظ اسد در لبنان بود، اما نصرالله اصرار داشت که این گروه بر روی حملات به نظامیان آمریکایی و اسرائیلی متمرکز باشه و اینجا بود که نصرالله در حزب الله در اقلیت قرار گرفت و کمی بعد به عنوان نماینده حزب الله در ایران منصوب شد، سمتی که موجب شد تا او بار دیگه به ایران برگرده و در این حال از نگاه برخی از اعمال نظر در ارتباط با استراتژی‌های کلان حزب الله دور نگه داشته بشه. در ظاهر این گونه به نظر می رسید که از میزان نفوذ رژیم ایران بر حزب الله روز به روز داره کمتر میشه و به رغم حمایت‌های همه جانبه رژیم، اعمال نظر بر روی تصمیمات حزب الله با دشواری روبرو شده بود. این تنش به حدی بالا گرفت که در سال 1370 صوفی تفیلی به عنوان مخالف وابستگی حزب الله به رژیم ایران از دبیر کلی حزب الله کنار گذاشته شد و جاش رو به عباس موسوی داد. بعد از برکناری تفیلی، حسن نصرالله که ظاهراً دیدگاهش در ارتباط با نقش سوریه در لبنان تعدیل شده بود، به کشورش برگشت و عملاً به نفر دوم گروه حزب الله تبدیل شد. عباس موسوی در کمتر از 1 سال بعد از اینکه به عنوان دبیر کل حزب الله انتخاب شد، توسط ماموران اسرائیلی گفتن ترور شده و در همان سال 1370 رهبری این گروه به دست حسن نصرالله افتاد. او در این زمان 32 سال سن داشت و بسیاری انتخابش رو به ارتباط ویژه‌اش با رژیم ایران مرتبط می‌دونستن. او حتی از نگاه بسیاری از آخوندهای شیعه از تحصیلات دینی کافی نیز برخوردار نبود و به همین دلیل در همان زمان تحصیلاتش رو از سر گرفت. حمایت مالی رژیم ایران از گروه حزب الله لبنان نیز موجب شد تا نصرالله بتونه با شکل دادن یک شبکه در هم پیچی. Bred på ett lager krämig växtbaserad ljuvlighet. Vispa ihop ett lägre klimatavtryck som får att vattnas i munnen. När flora smakar så gott och har 68% lägre klimatpåverkan. Skippa kossan, inte smaken. Black Friday är igång på Booztlet. Shoppa med upp till 80% extra rabatt på allt. Booztlet, let's outlet. ...kide och där hamtanide kolli Iran ro bechape. در این زمان نصرالله از همیشه قدرتمندتر و با نفوذتر به نظر می رسید و رقباش در سیاست لبنان برای مقابله با او و جلوگیری از گسترش نفوذ و قدرتش با چالشی جدی روبرو شده بودند. و جالب اینجاست به رغم اینکه چندین روز هزاران نفر در بیروت علیه نصرالله و گروهش تظاهرات کردند، او خیلی زود دوباره قدرت از دست رفته رو به دست آورد. اما در سال 83 و بعد از حذف فیزیکی رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان، ورق افکار عمومی برای مدتی کوتاه برگشت. رفیق حریری یکی از مهمترین سیاستمداران نزدیک به عربستان سعودی محسوب می‌شد که برای جلوگیری از افزایش قدرت حزب الله به تلاش گسترده‌ای دست داده بود. خشم افکار عمومی متوجه گروه حزب الله و حامی نظامی شماره 1 این گروه در داخل لبنان یعنی سوریه بود که متهم بودند در ترور حریری دست داشتند و در نتیجه تظاهرات گسترده مخالفان در بیروت سوریه اعلام کرد که نیروهاش رو از این کشور خارج میکنه. اما وقتی در همان سال انتخابات پارلمانی برگزار شد، نه تنها بر آرای حزب الله افسوده شد، بلکه این گروه موفق شد با تکیه بر کرسی‌های پارلمانی دو عضو خودش رو به هیئت دولت نیز بفرسته و کنترل دو وزارتخانه رو نیز در دست بگیره. از اینجا نصرالله خودش و گروهش رو به عنوان یک گروه ملیگرای وفادار به لبنان معرفی کرد که آمده است برای کشور شهید بده و زیر سلطه قدرت‌های دیگه سرخم نکنه.
این در حالی بود که در تابستان 1385 شبه نظامیان حزب الله وارد خاک اسرائیل شدند و یک سرباز این کشور را کشتند و دو تا سرباز را به گروگان گرفتند. پاسخ اسرائیل حمله سهمگینی بود که 33 یا 34 روز به طول انجامید. اما در پایان جنگ حزب الله همچنان حاضر نشده بود که سلاحاش رو زمین بذاره، ضمن اینکه این گروه در بازسازی ویرانی‌های بجامانده از نبرد نیز نقشی کلیدی بر عهده گرفت، نقشی که در نتیجه حمایت مالی سخاوتمندانه رژیم ایران شکل گرفته بود. افزایش قدرت و تثبیت جایگاه نصرالله. در همین رابطه بانک کردیت سوئیس در گزارشی که اخیراً منتشر کرده به بررسی توزیع ثروت و تعداد میلیونرها در جهان پرداخته و طبق گزارش سالانه یک مؤسسه تحقیقاتی وابسته به این بانک 8 ثروتمند ایرانی شناسایی شدند که یکی از اون افراد جالب بدونید حسن نصرالله و به گفته وزیر دفاع اسرائیل جمهوری اسلامی علاوه بر تسهیلات سالی صدها میلیون دلار به حسن نصرالله کمک میکنه. مطالعات و گزارش‌های بسیاری که در این زمینه انجام شده نشان میده که بودجه‌ای که حسن نصرالله همه ساله از ایران داره دریافت میکنه بین 750 میلیون تا 1 میلیارد دلاره. بدین معنی که در مدت دست کم 15 سال گذشته رژیم ایران حدود 15 میلیارد دلار به حسن نصرالله پول داده. به گفته منابع آمریکایی و اروپایی حزب الله علاوه بر پول بسیاری که از طریق رژیم ایران دریافت میکنه بر منابع مالی دیگه ای نیز وابستگی داره که میزان درآمد اون رو افزایش میده. به عنوان مثال گزارش اخیر بنیاد دفاع از دموکراسی های ایالات متحده جزئیاتی رو در مورد چگونگی اعتماد حزب الله به فعالیت های جنایتکارانه به منظور افزایش ثروت این فرد و سازمان و افرادی که پشت پرده آن برای افزودن ثروت رژیم ایران در تلاش هستند فاش کرده. طبق این گزارش یک نظام پیچیده پولشویی که از آمریکای جنوبی تا آفریقا و ایالات متحده گسترش یافته برای تحقق این هدف کار میکنن و هنگامی که مرحله تحویل پول به شبه نظامیان میرسه از نظام مالی لبنان و سامانه مالی جهانی استفاده میشه و به نقل از منابع نزدیک به بانک مرکزی لبنان اقتصاد موازی در این کشور در سال 2020 از 50% اقتصاد لبنان نیز فراتر رفته و این واقعیت رو آشکار میکنه که بازار موازی از مرزهای لبنان عبور کرده، طوری که در حال حاضر به نام بازار شام یاد میشه. در واقع حسن نصرالله چرخه اقتصادی رو در لبنان ایجاد کرده که در سوریه با رژیم بشار اسد و در عراق با شبه نظامیان و از طریق کریدور زمینی که سواحل دریای مدیترانه رو با ایران وصل میکنه با تهران در ارتباطه و پولی که در این بازار گردش میکنه حدود 17 میلیارد دلار برآورد شده. و جان کلام، پرسشی که مطرح میشه اینه که بازده مالی هنگفت حاصل از سرمایه گذاری های رژیم ایران در حزب الله کجاست؟ آیا رهبران شبه نظامیان تمام این دارایی ها رو برای خودشون پسنداز میکنن مثل حسن نصرالله یا بخشی از اون رو به حساب خامنه ای که ثروت وی در سال 2015 بیشتر از 200 میلیارد دلار برآورد شده واریز میکنن؟ نظر شما چیه؟ سپاس که تا انتهای ویدیو همراه بودید. دوستان گرامی، این کانال برای بهتر دیده شدن به حمایت شما که همان لایک و کامنت نیاز داره. لطفاً محبت
Att laga en god och naturligt proteinrik måltid har aldrig varit enklare. En ny keso med krämigare konsistens. Perfekt i din matlagning. Keso Crushed gör det ännu lite lättare. Now also with SPF to protect your skin from daily sun exposure. گلپا استاد آواز ایرانی در 89 سالگی به علت کهولت سن و بیماری از دنیا رفت. با ما همراه باشید. جزئیات مرگ گلپا رو بهتون میگم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. به گزارش مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، اکبر گلپا خواننده پیشکسوت سرشناس کشور و عضو مؤسسه هنرمندان پیشکسوت عصر امروز شنبه 13 آبان بر اثر بیماری درگذشت. محمد علی گلپایگانی یا همون محمد علی گلریز، برادر این خواننده پیشکسوت، در گفتگوی تلفنی با سید عباس عظیمی این خبر رو تایید کرد. اکبر گلپایگانی 10 بهمن ماه سال 1312 در شهر تهران متولد شد. گلپا بیش از 9 مدرک دکترای افتخاری رو از دانشگاه‌های مختلف جهان به دست آورده بود که توی اوایل دهه 80 دانشگاه تهران هم به ایشون مدرک دکترای افتخاری رو دادن. گلپا توی سالهای اخیر دچار بیماری‌های متعدد شده بود و متاسفانه عصر امروز بر اثر کهولت سن و درگیریش با بیماری‌های مختلف از دنیا رفت. اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا متولد 10 بهمن ماه سال 1312 در شهر تهران هستش. اون دیپلم رشته نقشه برداری داره. یه تایمی هم دانشکده افسری رفته بود که به خاطر مغایرتش با روحیاتش تصمیم گرفتش که از این دانشگاه انصراف بده. بعد از مدتی که از ارتش انصراف داد، به عنوان کارشناس بانک مسکن مشغول به کار شد و یه جورایی کارمند بانک شد. ولی خب اکثر ما اون رو به واسطه آثار موسیقی فاخری که تولید کرده و همینطور استاد موسیقی برای خیلی از خواننده ها میشناسیم. گلپا توی یه خانواده کاملا فرهنگی و هنری بزرگ شد. پدر و پدر بزرگش از خواننده های خوب و قدیمی بودن. 4 برادر به نام های عباس، حسن، محمد و محمود داره که همشون اساتید موسیقی یا خواننده های مشهوری هستن. یه خواهرم به نام مریم داره. جالب بدونید که برادر کوچیکترش محمد گلپا، ما به اسم گلریز میشناسیم، اون بعد از انقلاب با تغییر فامیلیش سعی کردش که از فضای موسیقیایی برادرش گلپا فاصله بگیر و کارهای معروف انقلابی و دفاع مقدسی بخونه و خیلی هم نمیدونن که این دو نفر با هم دیگه برادر هستن. گلپا خودش در مورد فعالیت موسیقیاییش و شروع خوانندگیش میگه علاقش به موسیقی رو از دوم دبیرستان به سبب هنرمندان زیادی که به منزلشون رفت و آمد میکردن به دست آورد. اون بعدن به مدرسه نظام رفت و با نورعلی خان برومن استاد موسیقی آشنا شد و ارتباطش رو بیشتر کرد. گلپا یکی از رکوردداران حضور توی برنامه گلها بودش. گلپا در مورد چگونگی ورودش به برنامه گلها میگه یه روز توی باغ یکی از شعرها در مقابل سفیر ایتالیا قطعه ترکی رو خوندم که همونجا با پیشنهاد داوود پیرنیا به برنامه رادیویی گلها دعوت شدم و 17 سال در این برنامه حضور داشتم و اجرای موسیقی میکردم. گلپا خودش شهرت موسیقیاییش رو مدیون برنامه گلها میدونه. اون میگه در فروردین ماه سال 1338 در اولین برنامه‌ای که در رادیو برای برنامه گلها بدون ساز اجرا کرد، به عنوان یه خواننده ناشناس حسابی مورد استقبال شنونده‌های برنامه قرار گرفت. همین باعث شدش که چند روز بعد با آهنگی از محسن یاحقی به شدت طرفدار پیدا کنه و یه جورایی پای ثابت این برنامه گلها بشه. اون توی همون زمان که برنامه گلها رو اجرا میکرد تصمیم گرفت که در دانشگاه افسری هم تحصیلاتش رو ادامه بده و وارد ارتش بشه و واسه همینم به دانشگاه افسری رفت، ولی خیلی با علایق و روحیاتش سازگار نبود. واسه همین Bye.
مبلوکت. When a friend is struggling, learn the brave talk. Be the friend they need. بی خیال دانشگاه افسری شد و تصمیم گرفت که به دانشکده نقشه برداری بره و اونجا به عنوان کارشناس رهنی بانک مسکن مشغول به کار شد و کارش هم این بودش که خونه های مختلف رو بازدید میکرد و نقشهشون رو بررسی میکرد و برای اون خونه ها قیمت گذاری میکرد. گلپا در سال 1346 وقتی که 34 ساله بود با دختری 17 ساله به نام گلرخ گرایی ازدواج کرد. این دو در یک مهمونی خانوادگی با هم آشنا شده بودن ولی خب به صورت کاملا سنتی با هم ازدواج کرد. یعنی حدوداً 17 سال با همسرش گلپا اختلاف سنی داره. حاصل ازدواج گلپا و همسرش دو فرزند دختر به نامهای ساقی و ساغر هستند. ساقی در حال حاضر متأهل و فوق تخصص قلب داره و در آمریکا زندگی میکنه. ساغر هم ازدواج کرده و دکترای ریاضیات داره و در فرانسه فعالیت علمی داره. جالب بدونید که گلپا علاوه بر خوانندگی تجربه بازیگری رو هم داره. اون در سال 1348 در رادیو یک داستان 7 قسمتی رو بازی کرد و در سال 50 هم در فیلم حنجره طلایی ایفای نقش کرد. همین ایفای نقشش توی فیلم حنجره طلایی باعث شدش که بعداً به اون لقب گلپا حنجره طلا رو بدن و لقبی که تا الان هم روی گلپا باقی مونده. گلپا خودش میگه من 5 دکترا از مجامع معتبر موسیقی رو به صورت افتخاری دریافت کردم. ولی خب با این حال تأکید میکنم که هیچ وقت من رو دکتر خطاب نکنید. من گلپا هستم و افتخار میکنم که گلپای ایرانم. جالب بدونید که 2 خواهر معروف و خواننده ایرانی یعنی هایده و مستی هم از شاگردان استاد گلپا بودن. خود هایده بارها توی مصاحبه‌هاش گفته که من در چند سال اول فعالیت هنریم زیر نظر گلپا اصول موسیقی رو یاد گرفتم و همین باعث شدش که بتونم خواننده معروفی بشم. جالب بدونید که گلپا علی‌رغم اینکه هیچ تحصیلات آکادمیکی توی موسیقی نداره ولی در سال 1340 به همراه فرهنگ شریف در دانشگاه USLE کالیفرنیا به تدریس موسیقی ایرانی پرداخت. همون سال کنسرت های متعددی رو هم دوی کشورهای مختلف اروپایی مثل هلند و انگلستان اجرا کردش که مورد استقبال افراد مختلف قرار گرفت. اون بعد از انقلاب مثل اکثر خواننده ها ممنوع فعالیت شد و از اجرای موسیقی منع شد. خودش میگه اگه اراده میکردم در آمریکا میتونستم راحت خوانندگی بکنم و پول زیادی به دست بیارم ولی خب ترجیح دادم این کار رو نکنم. جالب بدونید که گلپا با ابرام تاتلیس خواننده معروف ترکیه‌ای هم بارها اجرای مشترک داشته. توی یکی از برنامه‌های کنسرتش که توی کشور آمریکا برگزار می‌شد ابرام تاتلیس هم که از طرفدارای گلپا هستش برای تماشای این برنامه اومده بود. وقتی که گلپا متوجه حضور ابرام تاتلیس میشه اون رو به روی سن دعوت میکنه و اینجا با هم یه اجرای مشترک رو هم انجام میده. گلپا در مورد تایمایی که ناراحتم هست صحبتهای جالبی رو انجام میده و میگه من تو این روزها هر وقت ناراحتم، عصبیم یا استرس دارم میشینم و یه ساز سولوی پرویز یا حقی، فرهنگ شریف، جلیل شهناز یا حسن کسایی رو میذارم و گوش میدم و بعد از گوش دادن سرشار از خوشی و نشاط میشم. گلپا شاگردای زیادی توی عرصه موسیقی داشته که اکثرشون خواننده های معروف قدیمی هستن ولی جالب بدونید که خود گلپا زیر نظر اساتیدی مثل ابوالحسن صبا، حسین یکرنگی، نورعلی برومن، اسماعیل قهرمانی و خیلی های دیگه فعالیت موسیقی رو یاد گرفته. امیدواریم که روح این خواننده خوب کشورمون در آرامش باشه. حتما نظرتون رو راجع به آثار استاد گلپا تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. Thank you.
فدا بشم، دستی بکش روی سرم که عاشقی فرقی برام نمی کنه زندونی قفس بشم، دل که بهت سپردم برات قسم که خوردم، دیدی که راست می گفتم وقتی که رفتی مردم، وقتی که رفتی مردم. عشق تو پیر پیر بشه،
تو شهرش یه اون برا اسیر بشه. دل که بهت سپردم برات قسم که خوردم، دیدی که راست میگفتم وقتی که رفتی مردم، وقتی که رفتی مردم. دل که بهت سپردم برات قسم که خوردم، دیدی که راست میگفتم وقتی که رفتی مردم، وقتی که رفتی مردم. شبیش
که هرگز